دنبال افزایش هنگفت پول صرفی های برق و عدم رسیدگی به این مشکل دست به اعتراض زدند. به هیچ داد مردم ایران رسیدگی نمیشه. هر دادی که مردم ایران دارد زیر پا خودش نمیشه. یعنی یک قبض برق تا 700 دوکن داده. حالا 16 هزار افغانی آمده بخاطر چی؟ ملیات بسر افغان ایران میخونم اگه دیگه کاری بسر ایراد میخونم هر کس میای کیسه خود پر میکنه و میره برای کار خود میگیره اگه یه تماس میارید نوماده کیسه دلار میشه پیش از اینکه من مودم پول برق شخصی از خود ما تا 2500 الا 2600 بله امی خونه امی مصرفه که هیچ بالم نرفته جایی که ما از آن احتیاط مونیم که می برق اضافه مصرف نشه خدا شایده یالم در 5550 روپیه ماست کجای رو پوره کنیم این تنخواهی ما 6000 روپیه خب ما می 5550 روپیه که دمی بیدیم دیگه بچای خرما چی رقم تامین کنیم بشکو اگر یه خیانتکار نباشه ای دولت ای حدی که رایی منه یه به نظر مردم باشه پیش مردم بیایه نه یه که بره در ریاست برق بشینه افرادی هم در این بین هستند که وقتی از هزینه های گزاف پول صرفی های برقشان سخن میزنند دیگران را به خنده وامی دارد کنتور بشندم سیمیر ننداختم سیمیر شو متاتا جمع کرد 12500 کانتور من صرف 12500 میام بیام 12500 سیمم نداشته بدون سیم یه وکیل گذرم نشو دادم ریاست برق هم نفرم نشو دادم اصلا صندوق اصل یه تانکر صفاز داریم میگه کیلووات 250 روپیه کیلووات 250 روپیه سه قبض ما آمده 4,74,000 روپیه آمده نمیتونم مردم بده روز 5000 آنقدر افزایش پول برق درد شده در قبض های برق برایشون درد آور است که همه با درد دست داشتن صرفیه های برق چند هزاری آماده سخن زدن در مقابل دوربین خبرنگاران هستند این معترضین تنها افرادی نیستند که شکایت دارند بلکه نماینده های مردم هرات در مجلس نمایندگان نیز از وضعیت برق هرات انتقاد می کنند. به گفته فاروق نظری نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان تنها پول صرفیه برق محافظش از 6000 به 35000 افغانی افزایش یافته است. حتی از محکمه را که ما راپور داریم از میمانخانه محکمه را در یک ماه 4,00,000 افغانی آمده. با حالتی که در ماهای گذشته 8000 و 6000 و 5000 می آمد. حتی از گارد خانیم که 2000 در هر وقت می آمد، حالی 35000 آمده. بحث پرشنا و شرکت برق جدا از بحث والی ولایت هست. به دلیل از اینکه یک شرکت مرکزی سهامی است که او اصلا والی صلاحیت کوچکترین دخل و خرج به وزارت ریاست پرشنا ندارد. چنان که دیده می شود کودکان نیز از این وضعیت به تنگ آمده اند و خواهان برکناری والی هرات هستند. به نمایندگی از مردم خود ایره میگین که شما مردم خواهان ادامه کار والی هرات شما میشنین که نیستن و حکومت مرکزی هر عادل را هر کسی را تعیین کنه مردم با روی باز را میپذیرند مردم پذیرای احکام حکومت مرکزی هستند و را میپذیرند هر چند والی هرات در سفری به کابل رفته است اما محمد نعیم بهیر سرپرست معاونیت مقام ولایت هرات اطمینان میدهد که به خواسته های مردم توجه خواهد شد وی اما از سوی استفاده برخ فاسدین نیز در این زمینه سخن میزند دلتا دو گروه چه خبری کول یو چه اعتراض کول یو تظاهرات کرده یو هغه گروه ده چه ده برخ ده پار را غره و خو متاسفانه یو تعداد فاسد او داغه خلکو چه دوی شخصی منافع دلتا براورسته وی ندی دوی تا مقام ولاد همیشه توجه طول هرات تکیوی خود دوی شخصی خواسته لري چې به اغوی ترسیدگی ندهی سوای بناهان دوی در هرات دولی استعفا غوښته نکره حد دیشه برای ما گفتم شما قبضا برق خوبر داریم کنترل بر داریم بیایم به دم ولایت کو سبا اعتراض داریم در مقابل قبضای برق ما هم گفتیم کار خوبیه کار دادخواهیه ببینیم این مشکل مردم 4 میلیون نفوس مردم هرات باید حل شه اما متاسفانه و بدبختانه من خودم که شخصا که ادیشه تو حال 500 روپیه کردیت خرج کردم و دادخواهی کردم دمی که به چهره معرف رسیدم گفتم الله نیه ای گب عکسا ولی سایه به چلیپا انداختم روز گذشته نیز کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به مسئولان اداره برق هرات هشدار داد اگر ریاست هرات برشنا مشکل مردم حل نکنه مردم قناعت نده
در راستای جمع‌آوری پول قبضای برق به مشکل خواهد خورد. اما رئیس برق هرات همواره دلیل افزایش پول صرفی های برق را چنین بیان می کند. اصلا گپ غیر منطقی است. ما پول دیگه که از احمد بله محمود، محمود بله احمد و ایر بیاریم به سر مردم قریب ایر تعمیل بکنیم. اصلا این منطق وجود نداره. شما پیش خود تحلیل بکنید. ای که نه مگر کیبل ها ادارات دولتی بیا به میترهای رایشی نصب بشه که بله کیلووات خورد برای مردم زیاد آمد. نه ای اصلا غیر منطق است. اینا کسان میگن که اصلا دست دارن دسیسه جور میگن خلاف همی حکومت هستن. ما به صراحت میگم این که با مشکل صرفیه های برق فعلی چگونه رسیدگی خواهد شد گذشت زمان معلوم خواهد کرد. اما اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد، جایگزین شما به جای استفاده از انرژی برق چه خواهد بود؟